میخوایم راجع به دوباره یک نوا صحبت کنیم. خب دوباره معرفی کردیم عنوان یک رشته از اعداد که در واقع علامت شماره گذاری شدن در اعداد حقیقی به عنوان دنباله حقیقی. گفتیم هدف از مطالعه دنباله ها بوده کردن حدشون یا معرفی این که ببینیم دنباله همگراست یا واگراست. خب در بعضی از مواقع ما اصلا نه ضابطی از دنباله داریم، فقط یک ویژگی های از دنباله ها رو بلدیم که کمک میکنه که رفتار رو فقط به کمک این ویژگی ها به دست بیاریم. به عنوان مثال دنباله های یک نوا یکی دنباله های خاصی هستن که در واقع در حد کلی میتونیم مشخص کنیم که این دنباله ها در چه وضعیتی همگرا هستن یا واگرا. دنباله های یک نوا دو نوع تعریف در واقع فرض کنیم در واقع آن یک دنباله از اعداد حقیقی باشه. یک دنباله آن رو سعودی میگیم، یک دنباله آن را سعودی یا انکریزی بویند بویند هرگاه به ازای هر این آین کشترمون صحبی آین به اضافه یک و به همین صورت نزولی یا دیکریزی هرگاه به ازای هر این آین کشترمون صحبی آین به اضافه یک. مثال های زیادی داریم، مثلا دنباله نزولی دنباله آین مساوی یک دوم به توان نزولی هستش و دنباله مثلا بی این مساوی با یک به اضافه این دو و این دو یک منهای این دو و این دو این دنباله در واقع سعودی هستش. این سعودی هستش. کافیه بررسی کنید. اینجا مشخصه توانها وقتی زیادتر میشن دنباله کوچیکتر میشه. آن از آن اضافه یک آن مثلا در اولی یک دومونه. این بروتر در این بروتر از در یک بر دو به توان این به اضافه یکی این هم که میشه آن به اضافه یک. پس اولی نزولیه. دومی به ازای هر این شما میدونید که یک بر این دو بروترمون ساله یک بر این برابر یک به توان دوه. پس نتیجه میگیریم منفی یک بر این دو کشترمون ساله منفی یک بر این به اضافه یک به توان دوه. همین طرف رو با یک جمع کنیم در واقع برعکس علامت شما اینجا باید میذاشتم بکنم خب درست داشتم. اگه طرف رو با یک جمع کنیم یک منهای یک بر این دو گفتم مساوی یک منهای یک بر این به اضافه یک به توان این میشه این دو منهای یک بر این دو گفتم مساوی این برابر یک به توان دو منهای یک بر این برابر یک به توان دو این میشه آن و این گفتم مساوی آن به اضافه یک. پس دومی سعودی اولی نزولی. یه قضیه داریم، یه تعریف دیگه هم داریم، تعریف دنباله‌های کراندار. دنباله‌های کراندار، خب اگه دنباله از حیات هایی داشته باشیم، یک دنباله آن از عدد حقیقی در نظر بگیریم، تو عدد حقیقی یک آن را از بالا کراندار بگیم، از بالا کراندار گوییم هر را به ازای هر این وجود داشته باشد یک این که به ازای هر این قطع مطلقه داشت آین کشترمون ساوی این باشه و آین را از پایین کراندار بگیم آین را از پایین کراندار بگیم در را وجود داشته باشد یک این که به ازای هر این آین کشترمون ساوی این باشه و در نتیجه دنباله آن را کلاندار بویند دیگه شوند بالا پالو رو حس میکنم هرگاه
وجود داشته باشد ام و امی متعلق به آر که چی بشه؟ که آین بیشتر مساوی ام بیشتر مساوی ام بشه، یعنی هم از بالا کم داره باشن هم از پایین. من مثال بزنیم از این نو دوباره ها، شما آین رو تعریف کنید مثلا یک من های ام بر دو به توان ام، این دوباره در واقع از بالا کراندار از پایین هم کرانداره، این دوباره شما به سمت صفر داره بیرون میکنه. حالا ما خواهیم دقیق سرعتر صحبت کنیم که کرانش هم بگیم، آین الان کراندار هستش، آین همیشه گروتکوش در مساویه در واقع یکه و بروتر مساویه صفر هستش. این دوباره اگه اینو بروتر مساویه یک اختیار کنید، اینو یک بدیم میشه یک دوم، اینو دو بدیم میشه در واقع یک، حتی میتونیم از یک دوم بگیم چیه بزرگتر هستش و از یک کوچکتر همیشه این دوباره، و دنباله آن مساوی با مثلا این دو، این دنباله از پایین کرد